تصویری کوتاه از تاریخ جنبش کارگری در ایران. روز کارگر در ایران برای اولین بار در سال 1299 برگزار شد. البته به صورت مخفیانه و بدور از چشم نظام حاکم. دکتر محمد مصدق در سال 1331 روز اول ماه می را عید کارگران و تعطیل رسمی اعلام کرد. اما پس از کودتای 28 مرداد مجدداً این مراسم مخفیانه برگزار شد. در 11 اردیبهشت سال 1325 تظاهرات کارگران در کرمانشاه مورد حمله پلیس شاه قرار گرفت. در جریان این حمله 14 کارگر کشته و 120 کارگر زخمی شدند. این کارگران نخستین جان باختگان اول ماه می در ایران بودند. با این همه کارگران به مبارزات خونبار خود ادامه دادند. در 6 اردیبهشت 1350 1500 کارگر کارخانه پارچه بافی جهانچید برای احقاق حقوق خود و در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دست به تحصن زدند. دو روز بعد کارگران در اعتراض به عدم پاسخگویی دولت دست به راهپیمایی زدند. ماموران امنیتی شاه از سه روز چهارشنبه 8 اردیبهشت بر روی کارگران معترض آتش گشودند. نتیجه این سرکوب کشته شدن 20 تن از کارگران و رهگذران بود. حسین نیکوکار 16 ساله و مسیح حشم فیروز 16 ساله در شمار کودکان کار کشته شده جهانچید بودند. کارگران اما به رغم ده ها کشته و صدها مجروح هرگز مرعوب سرکوب و کشتار نیروهای شاه نشدند و به مبارزات خود ادامه دادند تا اینکه در سال 1357 با اعتصاب و قطع صدور نفت ضربه کمرشکنی به شاه وارد کردند که منجر به سقوط نظام سلطنتی شد.